سلام شنوندگان عزیز، اینجا دهلی است. با سرویس خبری صبحگاهی بخش دری رادیو کشوانی خوش آمدید. امروز تاریخ 4 ماه اکتبر سال 2023 میلادی می باشد. من جواد بازون در خدمت شما قرار دارم. حالا هم توجه شما را جلب می نمایم با آخرین خبرهای هند، منطقه و جهان. در نخست سرخط اخبار، نخست وزیر نارندرا مودی سنگ بنا را گذاشته و چندین پروژه توسعه‌ای به ارزش بیش از 35,000 کروڑ روپیه در جاتیسکار و تلانگانا افتتاح می کند. نخست وزیر ادعا می کند که رویای هند توسعه یافته تنها زمان تحقق می یابد که هر ایالت، منطقه و روستای کشور توسعه یابد. جایزه نوبل فیزیک به طور مشترک به پیر آگوستینی، فرانک راوس و آن لوهیلر برای کار بر روی پالس های بسیار کوتاه نور برای مطالعه حرکات سریع الکترون ها عطا شد. بانک جهانی رشد تولید ناخالص داخلی هند را برای سالهای 2023 و 2024 6.3% علی رغم بادهای منفی جهانی حفظ میکند و در بازی های آسیایی هانگجو و چین مدال‌آوری هند در روز دهم با 2 مدال طلا، 2 نقره و 5 برنز ادامه دارد. تعداد مدال های کشور به 69 رسید. و حال هم مشروع اخبار، نخست وزیر نارندرا مودی دیروز در نظام آباد در تلانگانا سنگ بنای پروژه های توسعه‌ای متعدد به ارزش بیش از 8,000 کروڑ روپیه را به کشور اختصاص داد. نخست وزیر چندین پروژه ریلی از جمله خط جدید راه آهن منوهار آباد و سیدیپت و پروژه برق رسانی بین دارماباد و منوهار آباد و مهابونگر کرنول را به ملت اختصاص داد. او همچنین اولین واحد 800 مگاواتی فاز یک پروژه انرژی حرارتی فوق‌العاده تالینگانا NTPC در منطقه پیداپالی را به ملت اختصاص داد. نخست وزیر مودی دیروز نیز سنگ بنای پروژه های توسعه کشور را به ارزش 27,000 کروڑ روپیه در جگدالپور، مقر تقسیمی بخش قبیله‌ای باستار در چاتیسگر گذاشت. نخست وزیر در این مراسم گفت که رویای یک هند توسعه یافته تنها زمان تحقق می‌یابد که هر ایالت، هر منطقه و هر روستا توسعه یابد. آقای مودی گفت که فقرا اولین حق را بر منابع کشور دارند. وی تأکید کرد که دولت صرف نظر از طبقه فقیر متعهد به تلاش برای رفاه فقر است. نخست وزیر کنگره را متهم کرد که به طور مداوم برای تقسیم ملت بر اساس خطوط کاست تلاش میکند. بانک جهانی تصمیم گرفته است پیشبینی رشد خود را برای هند در سال مالی 2023 و 2024 در 6.3% حفظ کند. این تصمیم در حال اتخاذ می شود که هند علی رغم مواجهه با چالش های خارجی قابل توجه همچنان به رشد اقتصادی قوی خود ادامه می دهد. بانک جهانی در گزارش اپریل خود پیشبینی رشد هند را برای بودجه جاری به 6.3% از 6.6% قبلی کاهش داد. آخرین بروز رسانی توسعه هند و بانک جهانی نشان داد که علی رغم چالش های مهم جهانی، هند یکی از سریع ترین اقتصادهای بزرگ در سال 2023 و 2022 به 7.2% رشد بوده است. جایزه نوبل فیزیک 2023 به طور مشترک به دانشمندان پیر آگوستینی، فرانک راوس و آن لوهیلر برای کار آنها در ایجاد پالس های بسیار کوتاه نور که می توانند برای مطالعه فرایندهای رخ داده در اتم ها و مولکول ها مهار شوند عطا شد. آکادمی سلطنتی علوم سویدن در استکهلم با اعلام اسامی این 3 دانشمند گفت که این 3 دانشمند به دلیل روش های آزمایشی خود که پالس های آتوثانیه نور را برای مطالعه دینامیک الکترون در ماده تولید می کنند شناخته می شوند. آکادمی گفت که آنها ابزارهای جدید را برای کاوش در دنیای الکترون های درون اتم ها و مولکول ها به بشریت دادند. مشارکت برندگان این جایزه امکان بررسی فرایندهایی را فراهم کرده است که به قدر سریع هستند که قبلا پیگیری آنها غیر ممکن بود. از حرکات بسیار سریع الکترون ها عکس بگیرند. در حالی که فرانک کراوس یک فیزیکدان آلمانی است، آنه لوهیلر اهل سویدن و پیر آگوستینی آمریکایی می باشد. پایان اخبار.